بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. حقیقتا مطمئنم که اوقاتی بهتر خواهید داشت. چرا؟ امروز با یکی از دوستان هستیم به عنوان ایرانی که سالهاست در زمینه حقوق بشر خدمت میکنن، فعالیت میکنن، یه درجه از اون بالاتر در باره حقوق زندانیان، باز هم از اون بالاتر در باره حقوق زنان و زندانیان سیاسی. و فردا هم چون روز کودک هست، گفتیم که با خانم شیوا محبوبی از انگلستان، از لندن باشیم. شما هم اگر مایل باشید در حین برنامه میتونید پرسش هاتون و نظراتتون رو با فیسبوک هم فیسبوک شخصی من، هم فیسبوک مردم تیوی، هم youtube.com live و هم مردم تیوی.com، و اون تلفن رو هم که شما میتونید با تلفن برنامه رو گوش بدید، اون رو هم روشن میکنیم و میتونید تماس بگیرید. اجازه بدید من خوش آمد بگم، سلام کنم به خانم شیوا محبوبی. به ایشون گفتم که مطمئنم بیشتر بیننده های ما شما رو میشناسن، و اگرم نشناسن با تایپ کردن اسم شما در گوگل میتونن شما رو پیدا کنن. خود من چندین ویدیو از ایشون تماشا کردم و واقعا آفرین میگم به اینهایی که وقتی خودشون یه مکافاتی رو کشیدن، زندانی بودن، بعد که میان بیرون به فکر خودشون نیستن و میگن باید حالا فعالیت کنیم برای دیگران. ضمن خوش آمد و سلام به ایشون، از ایشون دعوت میکنم که، خواهش میکنم که چند دقیقه درباره خودشون برای ما بگن که خانم شیوا محبوبی کیست و چرا امروز در لندن هستن، چرا امروز در انگلستان هستن و چرا کشور خودشون ایران نیستن. خیلی خوش آمدید، امیدوارم در برنامه‌های آینده هم باز هم شما رو داشته باشیم. دوستان، این شما و این هم خانم شیوا محبوبی از انگلستان. بفرمایید. منم سلام میکنم به شما و بینندگانتون و متشکرم که این وقت رو نه در اختیار من، در اختیار زندانیان سیاسی قرار میدید. بله، من خودم زندانی سیاسی بودم. در سن 16 سالگی 3 سال و نیم حدودا در زندان بودم. در ایران طبعا فعال دانش آموزی بودم، دانشجویی که نرسیدم، دانش آموزی بودم و بعد از ایران که خارج شدم در ترکیه و کانادا فعال حقوق پناهندگان و همینطور فعال زنان بودم. در انگلستان با فعالیت در رابطه با زنان شروع کردم و بعد تمرکز ویژم از سال 2010 بر روی مسئله زندانیان سیاسی در ایران بوده. خب بخشم به خاطر اینکه خود من یک زندانی سیاسی بودم و مسئله دیگه اینکه زندانی سیاسی و کلن این زمینه و آزادیشون واقعا یکی از مسائل و یکی از خواسته های مردم هستش. من اینجا در حال حاضر فعالیتم به عنوان سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هستش و در زمینه روانکاوی هم به عنوان سایکوتراپیست کار میکنم با قربانیان شکنجه و قربانیان اذیت و آزار و سایر مشکلات روحی روانی. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که من بخوام یه مقدار توضیح بیشتری در رابطه بدم، از سال 2006 توسط تعدادی از زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله خود من تشکیل شد. از سال 2010 با مسئولیت و سخنگوی خود من دور جدیدی رو شروع کرد و ما در واقع در تمام این سالها با منعکس کردن وضعیت زندانیان سیاسی، کمپین های بیشماری که داشتیم که شاید خیلی از بینندگان شما با این کارزارها آشنا باشن در رابطه با فعالین حقوق زنان در زندان، فعالین کودکان، کارگران زندانی، کسانی که دو تبعیتی هایی که در زندان های جمهوری اسلامی هستن، زندانیان محروم از دارو درمان و روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی که 20 شهریور هستش و تعداد دیگر از کارزارها که تا حال تونستیم با همکارای بسیار نازنینم که شبان روزی دارن کار میکنن، همه با هم دیگه بتونیم از کشورهای مختلف از جمله ایران دست به دست هم دادیم که نذاریم واقعا صدای زندانیان خاموش بشه و با کنفرانس ها در مجامع بین المللی تونستیم
کارزارهای موفقی رو با سازمانهای جهانی غیر ایرانی و ایرانی بذاریم و تونستیم به این شکل فعالیت مؤثری داشته باشیم برای این زندانیان و خانواده هاشون. این شیوا محبوبی هستش و فعالیت های این دورش به طور مشخص. خیلی ممنونم، چون من قبل از برنامه هم برای شما نوشتم من به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه مرد ایرانی از شما ممنونم که این زحمات رو میکشید. شما حین صحبتاتون گفتید که یکی از فعالیتاتون حمایت و کمک به افرادی هست که دو تابعیتی هستن، منظورتون افغانی ها هست یا افراد دیگه؟ چون شاهد بودیم که چند تا از زندانی های سیاسی کسانی بودن که سفر کردن به ایران و آخوندها یا دولت اونها اینها رو دستگیر کردن. یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بدید، ضمن این که من تأکید میکنم من به عنوان یه ایرانی که هیچ وقت زندانی سیاسی نبودم و اصلا سیاسی نبودم، از شما و افرادی که کمک میکنید، حمایت میکنید که صدای این بی صدایا باشید تشکر میکنم. بفرمایید. خیلی ممنون. بله طبعا در رابطه با دو تبعیتی، منظور افغانستانی ایرانی منظورتونه، شاید کسانی که در واقع در ایران بدون، متاسفانه نه، به نظر من خیلی کارزار مهمی هستش که باید برای حقوق کسانی که از حق شهروندی که محروم هستن، از حق تحصیل محروم هستن داشته برگزار بشه. اما بیشتر منظورم فرض کنی شهروندهای سوئدی ایرانی و یا انگلیسی ایرانی بود، چرا که حدود بیش از 30 نفر از زندانیان دو تبعیتی در زندان‌های ایران هستن که خیلی‌هاشون، بعضی‌هاشون ایرانی نیستن یا چینی هستن، در ایران هستن، ولی تعدادی از اینها کسانی هستن که ایرانی هم تبعیت دارن. مثلا یکی مثل محمد رضا جلالی که در سوئدی ایرانی هستن و در زندان‌های جمهوری اسلامی است و حکم اعدام گرفته، نازنین زاغری که احتمالاً آشنا هستین، ایرانی انگلیسی هستن و تعداد خیلی زیاد دیگه که هستن که از رفتن ایران ملاقات خانواده‌شون، سعید ملکپور یکی دیگه از اونا هستش و اونجا جمهوری اسلامی دستگیرشون کرده، در واقع به عنوان گروگان، برای اینکه بتونه با دولت مربوطه داد و ستد داشته باشه یا فشار بیاره بهشون برای قراردادهای خودشون، برای فشار سیاسی. این افراد رو دستگیر کرده و تعداد زیادشون هنوز در زندان هستن. ما قبلا کارزاری داشتیم برای رویا صابری نژاد که ایرانی انگلیسی هستن که خوشبختانه آزاد شدن بعد از 5 سال و از طریق این کارزار ما در واقع شرایط این زندانیان رو، سیاست پشت اینها رو در مجامع بین المللی منعکس کردیم و کمپین های مختلف برای این عزیزان گذاشتیم. کسانی هستن که از یه نظر نقطه قوت داره، چون دولت دیگه هستش که میتونه حمایت کنه و از طرفی ندارن، چرا که همیشه این افراد قربانی منافع اقتصادی و سیاسی این دو دولت ها میشن و دولت انگلیس اگر منفعتش نباشه از نازنین زاغری دفاع نمی کنه و نکرده به اون شکل. و به همین دلیل ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نگاه میکنیم که تو این عرصه واقعا از چه جنبه هایی باید کارزار گذاشت، چه نیازهایی وجود داره و این یکی از کارزارهایی هستش که ما روش کار کردیم. بسیار ممنونم. شما اشاره کردید به انگلستان. همین الان که ما صحبت میکنیم وزیر امور خارجه شما در ایرانه و ما دیدیم بارها این کشورها با وجودی که مثلا من فکر میکنم آمریکایی هستم، ایرانی هستم، همچین که پام میرسه به ایران اینا اون قسمت آمریکایی بودن یا انگلیسی بودنشو خیلی جدی نمیگیرن و میگن خب شما خودت رفتی و بعضی هاشون هم اعلام کردن که نرین، یعنی به این سیتیزن ها، شهرونده هاشون گفتن نرین. رابطه انگلستان با ایران در این به اصطلاح معاملات زندانیان سیاسی چیه؟ اونا هم تا میرسه به منافعشون حق و حقوق اینها رو زیر پا میذارن؟ بله دقیقا. ببینید موارد، یکی نازنین زاغری، یکی فروغی، یکی غنچه قوامی بود که آزاد شد، رویا صابری‌نژاد بود که آزاد شد، خود دولت اینجا هیچ گونه کاری برای اینها نکرد. حتی زمانی که سفارت خونه‌ش رو باز کرد مذاکرات منظم داشت و همونطور اشاره کردیم
منظما اینا ارتباط دارن، به هیچ عنوان در رابطه با اینها صحبتی نکرد و ما در تماس با خانواده هاشون هستیم و بودیم و غیر از بعد ویدای توخالی چیز دیگه‌ای وجود نداشت. ببینید این یه تناقض در خوده. وقتی مثلا دولت انگلستان برمیگرده میگه که خب ما کاری نمیتونیم بکنیم و بهشون گفتیم نریم، اینا دارن خودشون سهه میذارن که یه دولتی در اینا وجود داره که داره افراد رو سرکوب میکنه، در حالی که من حق هر کسی هستش که بتونه بره خانوادش رو ببینه و به هیچ عنوان نباید دستگیر بشن. یکی مثل رویا صابری نژاد 20 سال بهش حکم دادن به خاطر اینکه روی فیسبوک کامنتی گذاشته بود که در رابطه با خامنه ای بود، یه چیزی به این شکل. و همین دلیل دولت انگلستان اتفاقا یکی از بیشتر از هر دولت دیگه مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. خب همه ما میدونیم به دلیل سابقه طولانی رابطهشون، به دلیل وضعیتی که ایران داره، موقعیتی که ایران داره، حالا اونا به کنار، در دولت اینجا به هیچ عنوان هیچ گونه قدمی برای اینها بند نداشته و فقط به خونوادش وعده های توخالی داده. میشه بگیم به همین دلیل هست هیچ وقت از آخوندها مرگ بر انگلستان نمیشنویم؟ اسرائیل رو گفتن، متقابلنش هم هست. ببینین همین حالا متقابلنش هم هست. ببین هر جا منافع تجاری و اقتصادی باشه دولت ها دهنش رو میبندن. احمد رضا جلالی کسی هستش که شهروند سوئدی ایرانی هستش. من در واقع یه سال و نیم پیش بود با وزارت امور خارجه سوئد در استکهلم ملاقات داشتم و در رابطه با ایشون حرف زدیم و به هیچ عنوان حاضر نبودن کاری بکنن، فقط یک جوابهای سرسری که ما ملاحظه‌مون رو صحبت کردیم و یا شما بخش وزارت خارجه اتحادیه اروپا رو نگاه میکنین کاملا مسکوت گذاشتن، کاملا اعدام هایی که میشه. همین حالا بیشتر از 256 نفر از کامیوندارانی که در طول این مدت اعتصاب قضا کردن در زندان هستن. همین چند هفته اخیر تعداد زیادی از معلمان رو که برای حق خودشون دست به اعتصاب زدن دستگیر کردن، تعدادی از کارگران هفت‌تپه رو دستگیر کردن، فولاد اهواز رو تهدید کردن. یعنی مرتباً این ادامه داره، ولی این دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا و غیره دهنش رو کاملا بستن و هیچ گونه عکس‌العملی نشون نمیدن. ممنونم از شما. اونایی که میگن خب مگر این افراد نمیدونن که ایران حکومت دیکتاتوری هست، حکومت ملاها هست، چرا به این سادگی میرن و خودشون رو اسیر دست اینها میکنن؟ میدونم شما گفتید که هر کسی حق داره هر جا میخواد بره، به هر دلیلی، دیدار خانواده باشه، معاملاتی، بیزینسی، چیزی باشه یا هرچی. اونایی که اینجوری میگن شما جوابتون چی هست؟ چرا اینها میرن وقتی که مخصوصا اگر دو تابعیتی هستیم، اینجا میگیم دو ملیتی هستیم، این کشوره بهمون اختار کرده که مثلا ایران جای امنی نیست، وقتی میریم بعد چرا انتظار داریم این کشورها بیان منافع خودشون رو به خطر بندازن و با ایران در بیفتن؟ ببینید خیلی از اینا حتی پناهنده نیستن. اینا یا به طریق ازدواج کردن اومدن خیلی قانونی، حالا اگه از اون نظرم نگاه کنیم، یا یکی مثل کمال فروغی تو ایران کار میکرد. اما اکثرا اونایی که دستگیر کردن نه کسی بودن تو حزب سیاسی بودن، حتی اگه این رو هم بگیم هیچ کدوم از نه. خب کسی که داره اینجاست زندگی میکنه هیچ دلیلی هم نداره که دستگیرش بکنن، حتی هیچ فعالیتی هم نکرده. خب برمیگرده خانواده‌اش رو میبینه. شما نمیتونین انتظار داشته باشین آدمی که اومده اینجا و داره زندگیشو میکنه فقط به خاطر دو ملیت بودنش برنگرده اونجا. به نظر من کسانی که این رو میگن باید اون فشار رو روی اون دولت مربوطه و جمهوری اسلامی بیارن به جای اینکه فشار رو اون خانواده و اون فردی که رفته دستگیر شده. سعید ملک‌پور کسی هستش که برنامه نویسه به اصطلاح و رفته اونجا دستگیرش کردن، گفتن برای سایت های مختلف شما برنامه نویسی کردین که این سایت ها از لحاظ اسلامی مجاز نیست و غیر و ظالم. هر کسی میتونه. احمد رضا جلالی کسیه که بارها دعوتش کردن و درس داده توی دانشگاه ها، ولی این بار دستگیرش کردن. بستگی داره شما کی دستگیر میشه، کی اینا میخوان استفاده بکنن از اون موقعیتی که دارن، کی میخوان شما رو به عنوان گروگان بگیریم. در نتیجه هر کسی ممکنه دستگیر بشه، هر کسی. و این رو نمیشه گفت. میلیون ها نفری که از دست همین جمهوری اسلامی فرار کردن حتی اگر پناهنده نبودن، هیچ گونه سابقه و
فعالیت سیاسی هم ندادن ولی ممکنه دستگیر بشن، پس این نمیتونه صادق باشه این نکته. بسیار ممنون. این جواب دوستی که آقای اکبری از آلمان نوشتن. خانم محبوبی، این خانم ها و آقایان مطمئنن حدس میزنن که به خاطر فعالیتی که در خارج از کشور کردن ممکن است دستگیر شوند، پس چرا این ریسک را میکنن و میروند؟ من شخصا اگر 1% امکان دستگیری باشه نمیرم. ولی شما جواب دادید که این حق اونها هست و ما به جای اینکه به ظالم فشار بیاریم یه جوری داریم به اصطلاح مظلوم رو محاکمه میکنیم، درسته؟ منم یه چیزی من اضافه کنم به این سوالی که دوستمون کردم. ببینید، یکی مثل احمد رضا جلالی رفت و آمد کرده، درس داده تو دانشگاه، کمال فروغی اونجا بیزنس داشته، کار کرده، خب اینا از کجا بدونن که نباید اونجا باشن؟ حتی این آقای جیسون رضاییان از اینجا براشون، برای واشنگتن پست اونجا کار میکرد. این قسمتی که شما گفتید خیلی ممنون، منو کمک میکنه که بگم به اون دوستمون اشکال از اونا نیست، اشکال از حکومتیه که قانون نداره و بستگی داره شما اون بازرس، اون مامور گمرک، اون مامور نمیدونم پاسپورت، امیگریشن کی باشه اونجا. حتی ممکنه از قیافه شما، از لباسی که شما پوشیدید خوشش نیاد. من یادم سالها پیش داداش من از اینجا فارغ التحصیل شده آمده بود ایران، بعد تو دانشگاه شیراز وقتی که به عنوان استاد درس میداد یه نفر بهش گفته بود که این اوورکوت شما، این کاپشن شما آمریکاییه. گفته بود والله این کاپشن من $30 خریدم، اون اوورکوتی که شما داری اونم آمریکایی، شما $100 خریدی، تفاوت من و تو اینه. و همش من یه نکته‌ای که میخواستم بگم، ببینید به نظر من اینو درست میگی، ممکنه یکی خوشش نیاد از قیافه یکی دستگیرش کنه، ولی به نظر من خیلی جمهوری اسلامی سیستماتیک تر عمل میکنه. ببینید شما همین حالا اشاره قبل از صحبت ها اشاره کردین که فردا روز جهانی کودک هستش و تو همین حال و هوا تعداد زیادی از فعالین حقوق کودک در زندان هستند. یکی از این سازمان‌های جهانی حقوق بشر که کمیته ما در تماس هستش باش، یه بار از من پرسید که خب چرا اینها باید در زندان باشن؟ خب اینا دارن فعالیت کودک در مورد کودکان میکنن. براش عجیب بود. و وقتی که توضیح دادم که جمهوری اسلامی همه چیزو خطری نسبت به خودش میبینه، فعال کودکانی مثل آتنا دائمی یا سعید شیرزاد که داره به کودکان کار و خیابان درس یاد میده، نقاشی یاد میده، امید بهشون میده، اینها کسانی هستن که خطرن برای جمهوری اسلامی. در نتیجه کسی هم که دو ملیتی هستش به ایران میاد، جمهوری اسلامی خیلی سیستماتیک فکر میکنه چرا هر بار یکی رو دستگیر میکنه، چرا همه رو دستگیر نمیکنه. اون لحظه میخواد ببینه سیاستش رو از چه طریقی میتونه پیش بره. تا حالا از کشورهای خاصی دستگیر نکرده، از کشورهای مشخصی فقط دستگیر کرده. در نتیجه وقتی شما نگاه میکنید، شما با یه رژیمی روبرو هستین که هر کاری در اونجا که علیه فقر باشه، خب دیگه شاهد تظاهراتهای دیماه بودیم که چجوری اینا حمله میکردن، در نتیجه هر چیزی علیه فقر باشه، افشا بکنه، منافعش رو به خطر بندازه، به هر طریق ممکن از بینش میبره. به همین دلیل همین حالا شما نگاه کنین، ممکنه همون سوالم مطرح بشه، چرا فرض کنین آدما تو ایران دارن فعالیت میکنن برای کودکان کار خیابان، مگه نمیدونن سرکوب میشن، مگه نمیدونن دستگیر بشن؟ خب دانش اگه با این شکل بریم، میایم از حقای خودمون رو زیر سوال میاریم و داریم میگیم که ما نباید کارایی بکنیم. میدونم این بینندتون منظورش این نیست، نباید کارایی بکنیم که باعث بشه جمهوری اسلامی دستگیر بکنه. یعنی این شما نگاه میکنین همین حالا کارگران فولاد اهواز، هفت تپه، معلمان، اینا دارن میگن حقوقی رو که براش کار کردیم بهمون بده دیگه، غیر از این چیزی نمیخوان. میگن به جای اخاذی، به جای اینکه بدوزی، پولای ما رو بدید. دستگیرشون میکنن، میندازنشون تو زندان، احکام طویل المدت میدن. این مدت میزان احکام شلاقی که برای فعالین صادر کردن، این خیلی بی سابقه بوده، قبلا همچین چیزی نداشتیم. از یه بخش نشون میدید که رژیم دیگه کاملا از هر چیزی میترسه، هر چیزی براش خطره. برای همینه که شما وقتی اینو توی چهارچوب وضعیت ایران ببینین، موقعیت جمهوری اسلامی ببینین، موقعیتش تو دنیا ببینین، اعتراضات مردم ببینین، اون موقع به اون حق اون فرد هم یه جور دیگه نگاه میکنین. بله،
آقای خوشنودی از کالیفرنیا نوشتن که در مصاحبه های ایمیگریشن با پناهجویان به قدری کارها و دلیل و علت دستگیری های رژیم براشون غیر باور و غیر قابل قبوله که فکر میکنن پناهجو دروغ میگه. این به اصطلاح صحت گفته های شماست که درست میگم. بله خیلی ممنون. شما درباره روز کودک هم اگه لطف کنید برای ما صحبت کنید، ولی یه چیزی در بین گفتهاتون بود خیلی جالب بود. شما گفتید اینها فقط از یک کشورهای مشخصی افراد رو میگیرن. منظورتون اینه که آخوندها با این کار میخوان به اصطلاح برگ برنده دستشون باشه که بتونن معامله کنن، چون دیدیم با آمریکا معامله کردن. اتفاقا همین آقای جیسون رضاییان، آقای نادر مودانلو و سه نفر دیگه که با چند نفر آمریکایی، و قبلا هم دیدیم که آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها رو که گرفته بودن اون نیروی دریایی اینها آزاد کردن، حتی براشون کت شلوار خریدن و شیرینی دادن و قالی دادن و اینها. یه مقدار درباره این صحبت کنید. و یه سوالی، آیا سیستم زندان و دادگاه‌های ایران با صلیب سرخ و اینها کار میکنه؟ چون قبلا دوره شاه این کار رو نمیکرد تا روزی که آقای دکتر منوچهر گنجی این کار رو کرد، و بعضیا دکتر گنجی رو باعث سرنگونی شاه میدونن، چون میگن اون موقع زندانیا اونجا بودن بی خبر، هیچ کی خبر نداشت، ولی روزی که پای صلیب سرخ باز شد به ایران، شروع به اصطلاح داستان فروپاشی شاه بود. نظرتون در این مورد چیه؟ و شما که سر و کار دارید با اینها، این روزها سیستم آخوندها چقدر به این سازمانهای شیر خورشید، به صلیب سرخ یا اون امنیستی اینترنشنال، عفو بین المللی، اینها اهمیت میده و میذاره که لیستشون رو بدونن، دلایل دستگیری اینا رو بدونن؟ البته دلایل دستگیری هم اونا وقتی میگن با اون چیزی که حقیقت داره زمین تا آسمون فرق میکنه. یه مقدار در این مورد توضیح بدید، بعد لطف کنید درباره کودک و روز کودک صحبت کنید. بله، در رابطه با سوال اولتون که این که از کشور مختلف، ببخشید ببینید من چند وقت پیش اتفاقا توی کنفرانسی شرکت کرده بودم که در رابطه با همین دو تابعه یا دو ملیتی ها بود، و وقتی که نگاه میکردیم به لیست کسانی که دستگیر شده، اکثرا زمانی دستگیر شدن که بعد از مذاکرات اتمی بوده. این اتفاق نیستش. ببینید اینکه از کشورهای مشخصی میگیرن دقیقا اینجوریه. حالا نمیشه دونه دونه گفت کدوم کشورها هستش، ولی مثلا هرگز از اسپانیا نگرفتن، حتی از آلمان به اون شکل نگرفتن. بستگی داره چه فشار میان میخوان از چه جنبه بیارن رو اون کشور یا رو اون اتحادیه. مثلا همین حالا شما نگاه کنین، چرا بعد از مذاکرات اتمی تعداد دستگیری ها بعد از اون بالا رفته؟ قبل از اون شاید چند نفر بودن فقط، ولی بعد از اون تعداد خیلی بیشتر شد. به همین دلیل اینا نگاه میکنن چقدر فشار میتونن رو اتحادیه اروپا بیارن. خب حالا بعد از مسئله ترامپ و این صفبندی هایی که شده در رابطه با معاصره فشار اقتصادی و اینا، ولی چقدر میتونن فشار بیارن؟ مثلا دولت انگلیس در رابطه با زاغری، چیزی که بعداً اومد بیرون این بود که مقداری پولی بود که اون موقع زمان شاه به خاطر تسلیحاتی که پولشو نگرفته بودن، حالا جمهوری اسلامی اون پولو میخواد. و شما نگاه کنین از کشورهای مشخصی این کارو میکنن، و حتی میان از یه مدتی که میگیرن به یکی در واقع حکم بیشتر میدن به یکی کمتر، یکی رو خیلی به اصطلاح فقط تهدید میکنن، یعنی قشنگ سیستماتیک نگاه میکنن. و به خاطر همین از همه کشورها جمهوری اسلامی این کار رو نمیکنه. در رابطه با سوال دومتون رو فراموش کردم، یه بار دیگه به این بگین سوال دومتون رو. همون گفتم اینا رو به عنوان یه برگ برنده انتخاب میکنه، که این جواب شما بود دقیقا. اینا منظور شما لغوه یا بیرون رفتن ترامپ از اون ماجرا بود، نه اون قرار داده است؟ این ست جدید بود. بله، این ست جدید بود که جمهوری اسلامی یه مقدار اگه نگاه کنین حتی حکم زاغری رو هم بیشتر کرد. بله، سوال دیگه من در رابطه با این بود که بله امنیستی یادم اومد، امنیستی اینترنشنال و صلیب سرخ. بله ببین سیستم زندان ایران، سیستم قضاییش حالا بگیم، تا
طبق هیچ گونه استانداردی نیست. هیچ گونه استانداردی عربستان سعودی رو نمیدونم به چه شکله، ولی احتمالاً اونم یه چیزی شبیه اینه. هیچ گونه سیستمی نداره، هیچ گونه سیستم انسانی نداره، هیچ استاندارد بین‌المللی نداره و هیچ، به خاطر اینکه یک دولت دیکتاتور هستش و یک دیکتاتور عریانی که حتی متفاوته با کسی مثل شاه، زمان شاه، همه اینو متفاوت هستش، ولی که در حال حاضر به هیچ عنوان این کنترل نمیشه توسط عفو بین الملل. اگر شما با عفو بین الملل تماس داشته باشین و تو زندان باشین، اون خودش جرمتونه. ببین یه زمانی که من زندان اوین بودم برای مدت کوتاهی، فکر کنم اون موقع گالیندوپول بود که اومد بازدید کرد از زندانا، ما مطلقاً این رو نفهمیدیم، چون دیواری کشیده بودن یه بخش از زندان رو طوری گذاشته بودن که اینا بتونن ببینن، یه نوعی که خودشون به نظرشون استاندارد میومد. ما بعداً خانواده هامون بهمون گفتن. همین الان هم شما نگاه کنین، گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بارها این درخواست رو کردن که بیان زندانها رو ببینن، به هیچ عنوان حاضر نبودن، نه با صلیب سرخ، با هیچ کدوم از اینا. ما تعداد بسیار زیادی زندانی سیاسی داریم که محروم از دارو درمان هستن. آرش صادقی که مطمئنم بینندگانشون میشناسن آرش رو، تو زندان مبتلا به سرطان شد، در بدترین شرایط هستش، داره دستش رو از دست میده، به هیچ عنوان حاضر نیستن آزادش کنن و یا اجازه بدن خارج از زندان درمان بگیره. تعداد زندانیایی که، نه زندانیای سیاسی، حتی زندانیای عادی که روزانه میمیرن به خاطر کمبود دارو و درمان بهداشت غیر قابل تصوره. وضعیت زندانها از شما نگاه کنیم، از نظر من هیچ زندانی نباید وجود داشته باشه، ولی شما حتی به این استانداردهای این کشور رو نگاه کنیم، یه استانداردهایی دارن برای اینکه زندانی باید از این حقوق برخوردار باشه، باید درمان بگیره، دارو بگیره، وکیل داشته باشه. هیچ کدوم از اونا وجود نداره. سیستم قضایی ایران یک سیستم متوحشی هستش که اصلا قانونی نداره. بعد خیلی ها سعی میکنن بگن که خب سیستم قضایی جداست از روحانی دولت. به هیچ عنوان اینجوری نیست. عین اینه شما تو دولت انگلیس یا آمریکا بیاین 1000 تا جنایت تو زندانش بشه و دولت بگه من مطلقاً کاری به این ندارم. خب یه وظیفه‌ش اینه که رسیدگی کنه، کنترل کنه، کاری در موردش بکنه. شما نمیتونین جوانای مردم رو شکنجه کنید، بکشید و بگین که خب سیستم قضایی متفاوت هست. هیچ قانونی وجود نداره. اصلا اینکه با صلیب سرخ یا جای دیگه ای در تماس باشن، ببینین زندانهایی هستن که من و شما حتی اسمشو نمیدونیم. که ما کسانی که آزاد شدن باشون مصاحبه کردیم از طریق برنامه تلویزیونی زندانیان سیاسی، کسانی هستن که تو خونه های مخفی نگهداری شده بودن که حتی زندان نبودن. زندان هایی هستن که به هیچ عنوان اخبار نمیاد بیرون، یعنی وضعیتش، فقط کسانی که رفتن اونجا و آزاد شدن که حتی جرئت نکردن رو به بیرون بگن این زندان ها چه وضعیتی داره، چون رژیم اونقدر روی این زندان ها حساس هستش. همچین چیزی مطلقا وجود نداره. یعنی همین حالا شما نگاه کنین، جمهوری اسلامی محرومیت از دارو و درمان رو به عنوان سیستماتیک برای حذف فیزیکی زندانیان استفاده میکنه که خود ما کارزاری رو اون داشتیم به اسم کارزار نگذارید قلبشان از تپش باز ایستند، که حدود یه سال طول کشید و خانم هنوز ادامه داره. به همین دلیل نه، هیچ گونه استانداردی وجود نداره، مگر کهریزک استاندارد داشت، بچه های مردم رو تپه های خودشون بهشون میگفتن تپه های سفید که پر از شیشه و اینا بود، میگردن با بدن لخت را برن، آب گازوی بهشون میدادن. اینا طبق هیچ استانداردی نیستش، ولی خوشبختانه به لطف خبررسانی ما میتونیم اینا رو افشا کنیم، با کسانی که جان به در بردن مصاحبه کنیم. همین حالا من به اونو به همین روز کودک میذارم. ببینید همین حالا شما در هر رابطه تعداد کودکانی که اعتیاد دارن و همین کسانی که در زندان هستن براشون تلاش کردن. ببینید آتنا، من اسم آتنا دائمی و سعید و شیرزاد رو میبرم، عنوان مشهورترین مدافعین حقوق کودکان. واقعا این دوتا هر کشور دنیا بودن بهشون جایزه انسانیت میدادن. تو زندان دارن شکنجه میشن، مرتبا تهدید میشن، محروم از دارو و درمان هستن. جرمشون چیه؟ برای کودکان کار و خیابان تلاش کردن، این جرمشونه. ما هر سال زمانی که
روز جهانی کودک میشه، به اون مناسبت یعنی سعی کردیم کمیته ما از مناسبت‌های مختلف استفاده بکنه که از اون طریق توجه مردم رو به بخش‌های مختلف زندانیان سیاسی جلب بکنه. روز کودک ما معمولاً یا با سازمان‌های حقوق بشر جهانی یک کمپین مشترک داریم که 2 سال پیش داشتیم، و یا اینکه خودمون در این زمینه افشاگری میکنیم با درست کردن کلیپ، از مردم میخوان پیام بدن برای این زندانی‌ها، به سازمان‌های جهانی در رابطه با وضعیت این زندانیان نامه میدیم، ازشون میخوایم که خواستار آزادیشون بشن. و همین حالا این 2 زندانی مشخص، آتنا دائمی و سعید شیرزاد، جرمشون دفاع از حقوق کودکه. به همین دلیل تو سطح دنیا واقعا کسانی که مدافعین حقوق کودک هستن باید یک کاری بکنن در این رابطه. و ما کلن مناسبت های مختلف سعیمون اینه که تا حالا این کار کردیم، کارزار مختلف رو فراخوان بدیم که بتونیم صداشون خاموش نمونه، چون این چیزیه که بیشتر از همه چیز زندانی کمک میکنه به خورمادش که نذاریم خاموش بمونه، نه از اخبارشون رو منتشر میکنیم. البته خودشون اینقدر شجاع هستن که مرتباً دارن نامه و بیانیه بیرون میفرستن. یکی مثل سعید شیرزاد فقط به خاطر اینکه دست به اعتصاب غذا زده بود 6 ماه دیگه به حکمش اضافه کردن. این کجای دنیا قانونی هستش؟ این تو کدوم سیستم قضایی هست؟ اعتصاب غذا حق هر زندانی هستش، حالا درست یا غلط یا کی موافق شکنگی نیست، جای خود داره. در حال به این شکل هستش. بسیار ممنون. من در حین صحبت‌های شما صفحه فیسبوکتون نشون دادم، وبسایت یا راه تماس گرفتن دیگه هم هست یا فقط فیسبوک دوستان با شما تماس بگیره؟ بله، از طریق فیسبوک میتونن. وبسایت ما هستش cfppi.org که اسم انگلیسیه، Campaign to Free Political Prisoners in Iran. اگه شما حتی بزنید روی گوگل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و یا اسم خودمون بزنید، حتما تلگراممون، واتساپمون، سایت اینترنتی، همه اینو میاد بالا. در واقع تو گروه تلگراممون تعداد خیلی زیادی هستن که مرتبا جلسات سخنرانی برگزار میشه. همین فردا قرار سیامک بهاری، یکی از همکارانم، جلسه سخنرانی در رابطه با کودکان کار و خیابان داشته باشه به مناسبت روز جهانی کودک. بله، از جنبه های مختلف، توییتر، از هر طریقی میتونن با ما تماس بگیرن. بله، خود من وقتی اسم شما رو گوگل کردم تمام این به اصطلاح لینک ها پیدا شد و بهترین راه همینه. یه سوالی، من از طریق حزب کمونیست کارگری با شما آشنا شدم، ارتباط شما با دوستان در حزب کمونیست کارگری چی هست؟ بله، من کادر حزب کمونیست کارگری هستم، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری هستم و به همین ارتباطم در واقع از خیلی وقت سالهای سال کادر و عضو این حزب بودم. یعنی جزء هیئت امنا هستید؟ نمیدونم هیئت امنا میگن. به هر حال ما کمیته مرکزی داریم که جمع وسیعی از کادرهای حزب هستش و جزو دایرکتورا یا به ایرانی فکر کنم میگن هیئت امنا، اینجا دایرکتور. در صورت شما در رابطه با دوستان هستید. سوال بعدی من این هست، من دیدم که توی صفحه فیسبوک شما راجع به 7 تپه و اونایی که دستگیر شدن، نظر شما درباره سازمان‌هایی مثل سازمان مجاهدین که هر جا یک کسی برای حقوقش، راننده کامیون برای لاستیک ماشین تظاهرات میکنه، اینا میان، حتی افراد بدی مثل جولیانی که سابقه خوبی اینجا ندارن میاد در برنامه‌ها میگه تمام این جنبش‌ها با همکاری مجاهدین هست، شما فکر میکنید اینا کمک هست به تظاهرات یا اینها باعث میشه که دلیل محکم و خوبی بدن به آخوندها که بر علیه این دوستان زندانی به اصطلاح سوء استفاده کنن و جرم اینها رو بیشتر و مدت محکومیتشون رو یا آزار و اذیتشون رو بیشتر کنن؟ اولا به نظر من این دزدیدن اعتبار اون مبارزه از سازمان مجاهدین لازم نیست من در موردش بگم. به نظر من اعتبار و بی اعتباریش در واقع برای همه ثابت شده، ولیکن به نظر من اولا این دزدیه، به خاطر اینکه مردم جونشون رو به خطر میان میندازن و میان اونجا. و درست میگی، ممکنه این تاثیر دیگه هم داشته باشه. ببینید، زمانی که مردم توی ایران اعتراض میکنن، نمونه اعتراض کامیوندارا رو اگه شما نگاه کنین،
این اعتراضی هستش که خود مردم بر علیه فقر و بدبختی دارن سازمان میدن، مثل اعتراضات دیما، مثل اعتراضات کارگران هفت دفعه، مثل فولاد اهواز. اینا کسایی هستن، آدمایی هستن که در واقع جون به لبشون رسیده، تمام این سالها فقر و محرومیت کشیدن و مثل هر کشور دیگه دست به اعتراض میزنن و خوشبختانه حالا چیزی که شاهدش هستیم این هستش که اینها بیشتر به صورت اعتصابات منسجم و سراسری هستش. به نظر من این بیش از این که جای مثل سازمان مجاهدین بیاد این اعتبار رو بدوزه، نشون میده چقدر مبارزات در ایران پخته شده، چقدر شکل سطح دیگه به خودش گرفته، چقدر سازماندهی شده داره. و فکر میکنم شروعش مخصوصا از اون اعتراضات دیماه بود که شاهد این بودیم مردم در 90 و بیش از 90 شهر ایران دست به اعتراض زدن. بعد شاهد دختران خیابان انقلاب بودیم که اومدن دست به اعتراض زدن. بعد اول ماه مه بود، روز زن بود. به نظر من این خیلی جالبه که آدم میاد، اینا میان اینو میدوزن ولی حاضر نیستن این اعتبار رو بدن به مردم که چقدر سطح مبارزه رفته بالا. این اینه، من الان میام به شما میگم که اگر زندانی سیاسی این شکلی میکنه اون شکلی میکنه، این به خاطر اینکه من شما محبوبی و کمیته داریم براش کار میکنیم. من میگم من قبل از همه و ما قبل از همه باید مدیون شجاعت این زندانیان و خانواده هاش باشیم. یکی مثل مادر ستار بهشتی که پسرش رو ازش گرفتن، حاضر نیست سکوت کنه. یکی مثل مادر سعید زینالی، پسرش رو ازش گرفتن، حاضر نیست سکوت کنه. میان تو خیابون کتکشون میزنن. چند بار مادر آتنا رو کتک زدن، چند بار رو مادرهای دیگر رو کتک زدن. من میگم اگر من میتونم اینجا انعکاس بدم، به خاطر اینکه زندانیان جونشون رو به خطر میندازن که میان این رو نشون میدم. بعد فکر کنیم من حالا بیام تمام این اعتبار رو بدوزم برای خودم. به نظر من این قبل از همه چیز بی‌پرنسیبی سیاسی جریانی مثل مجاهدین رو نشون میده. چقدر قشنگ شما این کلمه دزدیدن رو ربط دادید با این کار زشت مجاهدین. واقعا عالی بود، ممنونم از شما. من صفحه CFPPI رو هم نشون دادم که خیلی قشنگ هم به انگلیسی هم به فارسی به یک زبان دیگه هم نوشته شده بود، ولی من همون انگلیسی و فارسیش نشون دادم و دوستان میتونن از این طریق هم با شما تماس بگیرن. یه سوالی، بله دوتا فارسی و انگلیسی، یه سوالی، چرا الان که مخصوصا حزب شما که حزب کمونیست کارگری است و ما میدونیم در هیچ جامعه‌ای اعتصابات به جایی نمیرسه مگر اینکه کارگران دست از کار بکشن یا کارگران بیان بیرون؟ ایلا من بارها گفتم، خود من دبیر بودم، ما از خدامون بود که بعد سه تعطیل بشه، یعنی میرفتیم دنبال کار خودمون. دانش آموزم به بهانه تظاهرات ممکن بود میرفت تو خیابون ولی نصفش میرفت سینما. پس این قسمت دانشجویان، نمیخوام کارشون رو و ارزش اون کارشون رو بیارم پایین، ولی دیدیم که انقلاب ایران اونجا اثر گذاشت که کارگران شرکت نفت دست به انقلاب زدن. چرا سازمان‌های مثل سازمان‌های شما یک فراخوان، یک دعوت برای یه بار حتی به صورت امتحان آزمایش کنن؟ البته من میدونم شاید جواب شما این باشه که از بس این تلویزیون‌های لس آنجلسی یکیش میگه ساعت 5 بادکنک هوا کنید، یکیش میگه ساعت 9 چراغ خاموش کنید، یکی دیگه‌اش میگه ساعت 10 چراغو نمیدونم اینجوری کنید. اینا چرا چیزای اینجوری ما نمیبینیم؟ میدونم شاید شما میخواین مثل سازمان مجاهدین دزدی نکنید از اعتراضات کارگران، ولی از طرفی چرا یه هماهنگی یا یه چیزی مثلا شبنامه‌ای، برنامه‌ای که به اینا بگه فلان روز بیاین بیرون و اونایی که وجوه مشترک دارن با هم یه روز بیان، نه یه روز کارگرای کامیوندار برای لاستیک بیان، یه روز کارگران هفت تپه برای حقوقشون بیان، یا اگه شده من خبر ندارم، چرا این نیست یه فراخوان اینجوری از طرف احزاب مثل حزب شما؟ بله طبعا اونجایی که لازم باشه فراخوان داده شده. مثلا نمونه اخیر فراخوان در شهرهای کردستان بود، اگه خاطرتون باشه سه تا زندانی سیاسی رو، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی رو اعدام کردن و فراخوانی بود از طرف حزب کمونیست کارگری و احزاب دیگه که همه با هم دیگه فراخوان دادن و تمام شهرهای کردستان تعطیل شد.
طبعا جاهایی که بوده لازم بوده این فراخوان داده شده و یا موارد دیگه. ولی ببینید به طور واقعی این لازم نیست، این فراخوان رو خود کارگران دارن میدن. این فراخوان رو شما نگاه، همینه که گفتین اتفاقا دقیقا همین یکی دو روزه اگر بینندگانتون اخبار رو تعقیب کرده باشن، فولاد اهواز و هفت‌تپه دقیقا این بوده که به حمایت از همدیگه اقشار مختلف حمایت کردن، از خود معلمان، مردم به همین شکل. میدونم چی میگین، خب اونجایی برسه که همه با هم دیگه اعتصاب بکنن، میفهمین چی میگین، ولی به نظر من در این حال به نظر من اون فراخوان رو خود کامیونداران دارن میدن، خود معلمان دارن میدن. اتفاقا چیزی که این چند روزه خیلی مطرح بوده این که یه هشتگی اگر بینندگانتون تعقیب کرده باشن توی توییتر هست که گفته من هم هفت تپه‌ای هستم. یعنی در واقع آدما، چه معلما، چه فولاد اهواز، چه کارگرای دیگه، چه مردم، در واقع دارن میگن چی؟ میگن ما هم یک صدا با این اعتراض هستیم. و این رو موارد زیادی داشتیم که این اعتراضات به هم پیوسته و با هم دیگه در واقع اعتصاب کردن. اما این فراخوان وجود داره. ببین وقتی که برای چهارمین بار کامیونداران دست به اعتصاب غذا زدن و هر بار تو 50 شهر، اولین بار فکر میکنم بیش از 60 تا شهر بود که اینها اعتراض کردن و به همین دلیل این وجود داره. بالاخره به نظر من خود جنبش اعتراضی که تو ایران هستش خیلی متفاوت هستش. بالاخره یه انقلاب رو پشت سر گذاشته، 40 سال جنایتکارانی این چنینی رو رو سرش داره، دهه 60 داشت که قتل عام خونین شد، کم 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 اومد جلو. نسل جدید به نظر من مثل شجاع‌ترین نسلی که تا حالا دیدیم اومده جلو علیه جمهوری اسلامی وایستاده. برای همین خود این فراخوان ها هست، تمام این فراخوان ها رو شما نگاه کنی روزانه هست، ولی یه اشکالی که داره همه رسانه ها این رو پخش نمی کنن. به نظر من شما حتی رسانه های رسمی مربوط به کشورها رو یه جایی مثل بی بی سی یا صدای آمریکا رو نگاه کنیم، خیلی انتخابی اینا رو برمیداره پخش میکنه. حتی اونجاهایی هم که مردم با هم دیگه اعتصاب کردن، شعار اتحاد با هم دیگه رو دادن رو خیلی منعکس نمیکنه. ولی اینی که فرمودین هستش، این فراخوان رو میدن. لازم نیست شبنامه دیگه، لازم نیست، مردم مینویسنش، ویدیو ازش میگیرن میزنن روی فیسبوک. یعنی دیگه معلمان رو این چند مدت قبل دیدین که دستشون گرفته بودن، صورتشون رو نشون داده بودن، دستشون گرفته بودن اعتراضشون رو دارن میگن. یعنی اینقدر دیگه اعتراضات علنی شده که نیازی به فراخوان اونجوری که شبانه باشه نیست. به همین دلیل این وجود داره به طور واقعی، ولی باید منعکس بشه. بسیار ممنون. من اینجوری سن خودم رو لو دادم چون من حکومت نظامی مأمور بودم و یادمه بعد، یعنی بیشترین چیزی که ما وحشت داشتیم شبنامه‌هایی که میمد اونجا و پخش میشد. من میدونم شما فکر کرده بودید ما امروز 15 دقیقه با شما هستیم، در لندن هم دیر وقت هست. امیدوارم در آینده بتونیم ساعت‌های بهتری، مناسبتری و زمانی طولانی با شما باشیم. از اینکه ما با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم در آینده خبرهای بهتری از شما داشته باشیم. باز هم ممنون و متشکرم. خیلی هم من تشکر میکنم از شما و بینندگانتون و ممنون از وقتی که دادید. بسیار ممنون. خب دوستان عزیز، با خانم شیوا محبوبی بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، همون اسم خودشون خیلی ساده. وبسایتشون هم به فارسی هم به انگلیسی cfppi.org، اون رو هم میتونید ببینید. و همینجا ما خداحافظی میکنیم از این دوستان. امیدواریم در برنامه‌های آینده دوستان دیگری رو هم داشته باشیم تا نقطه نظرات اونها رو هم بشنویم. شما هم اگر مایل باشید در برنامه‌ها شرکت کنید میتونید تماس بگیرید تا ترتیب این کار داده بشه. خب برنامه رو پی میگیریم با برنامه‌های زنده و بازپخشی که در تلویزیون مردم تهیه شده. روز روزگار بر شما خوش.